یکی از دردناکترین لحظات امتحان ریاضی اونجا بود که میدیدم همه بغل دستیام دارن با ماشین حساب حل میکنن، ولی من حتی نمیدونستم که کدوم سوال نیاز به ماشین حساب داره. شما هم وقتی به یکی پی ام میدید میاد سین میکنه و شروع میکنه به تایپ کردن، سریع از تو چتش میرید بیرون که پیامتون در لحظه سین نشه، با کلاس جلوه کنید یا فقط من خود درگیرم؟ فقط یه ایرانی میتونه وقتی جواب آزمایشاشو گرفت بگه ای بابا هیچ مرگمونم نبودی، همه پول دادیم. دختره استوری گذاشته بود، نوشته بود چرا کسی با من رل نمیزنه. بهش گفتم خانو شما چند سالتونه؟ استوریشو پاک کرد نوشت چرا یک آدم حسابی با من رل نمیزنه. تنها خوبی بی پول بودن اینه که مطمئن این چهار تا آدمی که دورتن تو رو واسه خودت میخوان. نه خیر خنک، ما فقط داریم تو رو تحمل میکنیم، مجبوریم. سرگردونم برگردون. دیشب رفیقم یه هایپ برا من خرید. از دیشب تا الانه کامنت میذاره، مسیج میده، زنگ میزنه که انرژی چطوره، بی حال که نیستی. به جان خودم میام پولتو بهت میدم، نکن آبروی منو نبرقن. 12 سال درس خوندید که برید دانشگاه نیمه گم شده تون رو پیدا کنید، الان توی گروه عدتون میکنن، بهتون میگن دانشگاه اینه. سیستم امنیتی 95% خونه های ایرانی اینجوریه که وقتی میریم بیرون باید یه چراغ روشن باشه توی خونه که وقتی دوز اومد خونمون رو نگاه کرد فکر کنه خونه ایم. نگین اینجوری نیست که با هم پشت در. هی بچه که بودم یه دوست داشتم، مامانش به خاطر اینکه ما ماهواره داشتیم نمیذاشت دوستم با ما رفت آمد کنه. الان همون دوستم با دوست پسرش ترکیه است، من همچنان دارم ماهواره نگاه میکنم. زنگ زدم یه جا واسه کار، بهم گفتم 15 روز کار 15 روز استراحت، ماهی 3 تومن. بهش گفتم داشت نمیشه همون 15 روزش هم نیا ماهی 1500ش کنی؟ امیدش قطع کرد، نمیدونم چرا مردم بی‌اعصاب شدن.